بیش از یک هفته از موج عملات تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان در شماری از ولایت‌های کشور به ویژه ولایت کندز می‌گذرد. هنوز هم درگیری میان نظامیان کشور و عراسفگنان در بخشای از ولایت کندز ادامه دارد. هرچند فعالان مدنی و شهروندان کشور از کندی عملیات نیروهای امنیتی در ولایت کندز انتقاد می کنند، اما سخنگوی وزارت امور داخله جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در این ولایت را از علتهای کندی این عملیات ها عنوان می کند. شیوه هایی را که این گروپ ها استفاده کردن، تمامش تکتیک ها و شیوه های جنگ های توریستی است که در بین خانه های ملکی، در بین ساحات که افراد ملکی است، خانم هاست، اطفال است، توریست ها پنهان میشن و بعدا با یک تحرک بالای شهرها حمله میکنن. در امی خانه ها مین های ضد پرسنل و مین های وسایط جابجا است که ببینید در بین خانه ما کشف کردیم که مین های ضد وسایط جابجا کردن. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که نظامیان کشور در یک شبانه روز 29 عملیات در 19 ولایت کشور را اجرا کردند که تلفات سنگینی بر عراسفگنان وارد شده است. همین امروز ما 29 عملیات را در 19 ولایت کشور راه‌اندازی کردیم و این فعلا در ولایت شمال، جنوب، شرق و غرب ادامه دارد و ما با این عملیات ها توانستیم که دامنه فعالیت دشمن را در سرزمین افغانستان کوتاه بسازیم. ریاست جمهوری میگوید که نبرد کندز از سوی استخبارات منطقه رهبری می شود. مکملا مدیریت جنگ خود گروه های طالبان در دست نداره. مدیریت جنگ به نیابتشان، بالارایشان انجام می ده. این در حالی است که شماری از آگاهان نبود هماهنگی میان نظامیان کشور در میدانهای جنگ را از علتهای اصلی افزایش فعالیت عراسفگنان و کندی عملیات ها عنوان می کنند.